سلام، وقتتان بخیر. باز هم برنامه صدای جوانان است و ما صدیق الله ارغندوال این برنامه را تقدیمتان میکنم و در این هفته خواستیم روی یک موضوعی که مرتبط با دختر خانم ها است، آزار و اذیت جنسی دختران خانم ها، رویش بحث داشته باشیم. و قسمی که شما هم آگاهی دارین، در یک آخر شایعاتی وجود دارد که البته در حاله از ابهام است که در فدراسیون فوتبال افغانستان از دختر خانم ها و ورزشکاران تقاضای جنسی شده و از اینا سوء استفاده شدن. ما هم میخواییم روی امی موضوع صحبت داشته باشیم، هم از لحاظ روانشناسی و هم از کسی که یک دختر خانمه که تمام عمرش در فدراسیون فوتبال، البته در ورزش افغانستان گذشته شده. میخواییم روی صحبت داشته باشیم و از روانشناسی هم صحبت داشته باشیم. مهمانای ما هستن آقای مجیب رحمان خپلواک، روانشناس، و همچنان بانو صدیه برومند، ورزشکار، که در ابتدا بهشون خوش آمدید میگم. سلام، وقتتان بخیر. سلام خدمت شما، سلام خدمت هم بیننده هایی که ما را از طریق پرده تلویزیون جوانان افغانستان بیننده هستند. هم شما هم شما. عرض سلام خدمت شما، خدمت بیننده های عزیز تلویزیونتان، و خوشحال هستم که در خدمت قرار دارم و ای که شما آمدین و اینقدر یک مهم موضوع مهم و حیاتی را به بحث میگیرین. ما به نوبه خود ابراز امتنان. بسیار تشکر. بانو برومند، میخواییم بس با شما آغاز بکنیم که شما کسی هستین که در ورزش افغانستان، در جامعه ورزشی افغانستان بزرگ شدین و همچنان در محیطی که ما داریم و آزار و اذیت جنسی به نحو یک کار عادی شده در سرک ها، حتی در اماکن تحصیلی ما. شما در جامعه ورزشی با چی گونه آزار و اذیت جنسی مواجه شدین؟ ما تقریبا مدت 9 سال میشه که در جامعه ورزشی افغانستان فعالیت دارم. کاپیتان تیم اتلتیک بودیم و همچنان حال عضو تیم ملی بوکس افغانستان هستم. از زمانی که من خیلی کوچک بودم، صنف 8 مکتب بودم، در جامعه ورزشی بودم و تا امروزی که ما چشم دیدار خود دیدیم، آزار و اذیت‌های جنسی به هر نحو وجود داره. اما فرق میکنه. نظر به دختر خانمای هستن که شخصا خودم هیچ وقت مواجه نشدم، اما دیده خودم مواجه نشدم، اما دیده آزار و اذیت‌های جنسی را. دخترایی بودن که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتن، مربیای بودن، رئیس های فدراسیون بودن. اما وقتی که ما برشان گفتیم که شما چرا نمیخواین که گپ بزنین، یا ترس بوده یا هم یک جامعه سنتی که ما زندگی میکنیم در افغانستان، ترسی که از خانواده خود دارن، شاید گفتن اگر ما این موصله را شریک بسازیم نام خود ما بچه و یا هم خانواده های ما را اجازه نده که دیگه ما ورزش کنیم، یا هم ترس ازی بوده که اگر ما بریم به بالا مراجعه کنیم شاید ما از این ورزش خود، از این موقفی که داریم، از اینجا برکنار شویم. و این دو بود داره. بعضش رضایت است که خود دختر از رضایت دارن، اما بعض هستن که مجبور میشن و بعض کسا هستن که لیاقت ندارن، در ورزش میخواین بیان اما مجبور هستن به خاطر از اینکه در اون موقفی که به خود تعیین کردن به او برسن، مجبور هستن که نمی راه ها را طی کنن و امو تقاضای جنسی که ازشان میشه او را قبول کنن. اما به نظر من باید یک دختری که در جامعه ورزشی است هیچ وقت از این گپا نترسه. وقتی که کس ازش تقاضای جنسی میکنه، بیا خیلی راحت، کسایی هستن که خیلی پاک هستن در فضای ورزشی، مثل رئیس المپیک، رئیس تربیت بدنیک فلان، آقای حفیظ ولی رحیمی هستن، آدم خیلی نیک و شریف، و تمام مشکلات خانما و آقایان رسیدگی میکنن. وقتی اتر یک گپ بود میشه به اونا شریک بسازن و اونا رو به مشکلتان رسیدگی شما کنن. شما چقدر ورزشکاران میشناسین که حداقل از بود اینمی مشکل اینا جامعه ورزشی ترک گفتن و از ورزش خدافیزی کرده باشن؟ برسان بگویم صدیق جان، نه تنها در ورزش فوتبال که فلان اتهامات است و قضیهشان روی بس است، نه خیر، در تمام رشته‌های ورزشی این بس وجود داره. نه تنها در فدراسیون اتلتیک یا بوکس یا اتلتیک یا بسکتبال یا رشته‌های دیگه که ما او را مشخص کنیم، در تمام رشته بوده، سفرهایی که ما رفتیم، مسابقات بین المللی که دادیم، قسمی که ما چشم دید خود دیدم بودن. اما مشکلی است که حاضر نمیشن اونا که صحبت کنن. همگیشان شاید هم بیالم کسایی هستن، دخترایی که مورد آزار اذیت قرار گرفته باشن در فدراسیون فوتبال، همه هیچ کدامشان جرات از این نمیکنن که حرف بزنن. میگن ما امنیت نداریم، ما امنیت نداریم که ما گپ بزنیم و ما بتانیم که حتی ما تا خانه خود سالم برسیم یا نرسیم، ما قدر اعتبار نیست و هیچ پشتیبانی نیست که ما امی گپایی که در دل ما هست، همین مشکلات که ما داریم، او را اظهار کنیم و ما بتانیم که
راحت دوباره به ورزش خود ادامه بدیم یا جامعه باشیم. جناب خپل باکسه، شما از دید روانشناسی این گونه اشخاص چی گونه اشخاص هستند وقتی به یک مرحله میرسن که تحصیل کرده هم میباشن و بایس ترینر، بایس مربی میرن، اینا کار میکنن و آماده هر گونه کار هستن و ذهنشان هم کار میکنن، ولی این گونه تقاضا میداشته باشن، فکر میکنین چی گونه اشخاص هستن اینا؟ خیلی خوب، ما در واقع یک مبحث خیلی بزرگ به بزرگی فقر جنسی و محرومیت جنسی اجتماعی رو ما شما میخواییم به بررسی بگیریم. در واقع اینجا معضل و بحران یا هم فاجعه به حد بزرگ است که ما شاید در قالب چند حدس و گمان و رایزنی ها نتانیم که کلان اوضاع و احوال بر همه در همه جنسی جامعه رو بزنیم به اصطلاح به بررسی بگیریم. حالا در جامعه زندگی میکنیم که در اینجا متاسفانه محرومیت ها و فقر جنسی بیداد میکنه. از جانب دیگه بنابر هر عواملی که بوده متاسفانه من و شما در حصار و محدوده یک سلسله ارزش های پوسیده و منحوس تاریخی و اجتماعی بودیم که متاسفانه اینا خودش به ذات خود یک فاصله و شکاف عمیق بین دو جنس ایجاد کردن و به نحوی از آنها در مواقع و مقاطع مختلف متاسفانه اینا به عنوان یک عقده های جنسی مبدل شده و متاسفانه تمام وجوهات که من و شما در زندگی خود به عنوان پیشرفت ها و عنوان کار و مشارکت اجتماعی به عنوان ادغام هر دو جنس در کارهایی که مثلا لازم هست در این قسم مسائل من و شما شاهد از این مسائل هستیم و بودیم. حالا نشأت گرفتن و سرچشمه گرفتن از این مبحث از آنجای شروع میشه که ما در یک جامعه فقیر جنسی زندگی میکنیم و از جانب دیگه بنابر عوامل قبلا اشاره کردم که این عوامل متاسفانه از بین بردن مشارکت جنس هر دو جنس بنابر یک تنگنای تاریخی که من شما در طی چند سال گذشته داشتیم و به یک بارگی ادغام مجدد هر دو جنس در امور مشارکتی و کارهای اجتماعی متاسفانه اینا خودش یک اضمحلال بزرگ جنسی را ایجاد کرده که به هر نحوی از آنها افراد عقده‌مند، افراد کسانی که در گذشته ها خیلی رنج بردن از عقده جنسی اینا روی کار آمدن و به نحوی از آنها سوء استفاده کردن و بنابر صلاحیت بنابر موقف و جایگاهی که داشتن این حالت ها متصور بوده و اونجا حاکم است. اما بلحاظ روانشناسی از کجا ایجاد میشه این عقده ها؟ تمام افراد را فروید میگن که اینا زندگیشان را امیال و آرزوهای سرکوب شدهشان تشکیل میده. یک انسانی که تمام ام و غمشان در سالهای سال همین بوده که مثلا فقر جنسی بیداد کرده در وجودش و اینا را تهدید کرده با عنوان یک آدم منزوی و عقده‌مند، امروز با یک بارگی در یک جای رسیده، در یک مقام و موقفی رسیده که در اونجا تعداد کثیر از دختر خانم ها هم موجود است و در اینجا یک سلسله فضا و شرایط هم متاسفانه به نفع و منفعت از اینا ایجاد شده و کسی هم صدایشو بلند کرده نمیتونه بنابر هر ملحوظی که باشه و اینجا شرایط برشان مساعد است متاسفانه میپردازه و استفاده و سوء استفاده از این مسائل که در واقع ذات شکلگیری از این مشکل را همون عقده های سرکوب شده جنسی طرف مقابل در دوران نوجوانی و جوانی و بالاخره همون فقر جنسی و محرومیت های جنسی تشکیل میده که امروز در یک موقعیت قرار گرفته و حالا می سوء استفاده میکنه و با آزار و اذیت جنسی افراد و طرف مقابل میپرده. بسیار تشکر. درن ولیدون کو یا ولنده تا مخلو بر تراکر زوز مخبری دوام داری. باز هم خوش آمدید. جناب خپل واکس، یک چیزی که مطرح است که بانو برومند هم به او اشاره داشتن که بعض ترس و وهمی وجود می داشته باشه و همون جامعه سنتی که ما داریم که نمیتونه یک دختر خانم صدای خود بلند کنه. اما از دید روانشناسی چرا دختران واقعا درونگرا هستن و وقتی با چنین مشکل روبرو میشن در حالی که اینا رضایت هم نمی داشته باشن اما صدای خود بلند نمی کنن؟ چرا دخترها اکثر وقت درونگرا هستن و بعدا عواقبشان تا اینا نمیسنجن که چی عواقب بعد در پی داره؟ مسئله از اینجا آغاز میشه که من و شما در جامعه خود مسائل جنسی رو به عنوان
یک تابوی حاکم بالای جامعه دانستیم و متاسفانه هیچ وقت هم اون زمانی که صحبت از این مسائل مطرح شده هیچگاه کسی جرأت کاوش و کنکاش کردن در این مسئله را نه جرأتش داشته نه استعدادش و نه هم جسارت از برند داشته. حالا مسئله زیاد مسئله قربانی بودن و به اصطلاح زیردست بودن و زبردست بودن خانم ها و زبردست بودن آقایان اینا با عنوان یک کلیات در جامعه من و شما مطرح هست. اما به هر حال چند تا مسئله رو من میخوایم اشاره بکنم. از گذشته های تاریخی حاکم بالای جامعه من و شما همی بوده که متاسفانه هیچ وقت در امر مسائل جنسی دختر خانم ها حق اعتراض را بنابر یک سلسله بینش هایی که من و شما در جامعه خود او را ناموس خانواده و ننگ خانواده و اینا دانستیم و این را نخواستن یا اصلا ترس لکدار شدن و بدنامی بودن بر خانواده دانستن، بنابر این دید نگرش منفی اجتماعی متاسفانه این مشکل به حد بزرگ شد که حتی کسی حق اعتراض در مقابل به اصطلاح جبرگرایی و تسلیم حتی تا مرز تسلیم شدن به هر بیدادگری و تسلیم شدن به هر جبر و به هر بدبختی را اینا آماده شوند و تا به اصطلاح روز بگذرانند. مسئله دیگه ای است که متاسفانه هم به لحاظ اثرگذاری و اصلا قضیه که در بین خانم ها و آقایان بزرگترین دلیلی از خشونت را ایجاد کردن بارها و بارها در رسانه ها در برنامه ها ما زمانی که صحبت داشتیم از ما سوال شده که چرا همیشه خانم ها را به اصطلاح دستکم گرفتن و خشونت علیهشان اعمال شده. اکثرا دلایل عجیب و غریب حتی در جامعه تحصیلی پیدا میکنند و مشتاقه که دلایل عجیب و غریب ایرای میکنند که اصلا مجاورت با مسئله منطقی و اجتماعی ندارم. حالا بزرگترین دلیلی که دختران را یک مقدار در جامعه ما شما منصبی ساختن نگرش مردسالارانه و حاکمیت مردها بوده که همیشه در مشارکت کارها و در مسائل اجتماعی نقش خانم ها خیلی کمرنگ بودن و همیشه به عنوان یک حاکم آقایان و محکوم خانم ها، برده خانم و بادار آقا، و متاسفانه به لحاظ زمانی و لحاظ اجتماعی به عنوان یک ارزش نادرست حاکم شده بالای جامعه ما و به همین شکل به همین منوال ادامه داره تا امروز، تا ای که فعلا فرصت ها به خاطر نقش گرفتن و نقش داشتن و سهم گرفتن خانم ها را تا یک حد من مساعد میدانم از لحاظ روانشناسی و اگر احیانا این مسئله را به عنوان یک تابو من و شما برش نگاه بکنیم این همون تابویی باقی میمانه که عمرن باید من و شما از این مباحث فرار بکنیم و بعدش هم هیچ وقت اینا پشت ما شما را رها نکنه. به عنوان یک معضل بزرگ من جا داره که از همین جا یک پیام داشته باشم که بیاین که من به اتفاق شما رسانه ها بیاین کار بکنیم که آهسته آهسته هیچ دلیل هیچ زد و بند هیچ قید و بند عجیب و غریب هیچ تشنج بین دو جنس حلال مشکلات جامعه ما نیست، الا ای که من و شما کار بکنیم روشنگری داشته باشیم و به حد اطلاعات مخاطبان ما افراد جامعه ما برسانیم که خانم یا جنس ایناس به عنوان یک قشر محکوم و ما به عنوان حاکم هیچ وقت کار را از جایی پیش برده نمیتاره. بسیار تشکر. بانو برو من میخوایم یک مقدار از دیدی یک دختر خانم نه از دیدی ورزشکار شما صحبت داشته باشین که چگونه میتونین باعث یک دختر خانم شما مقابله بکنین با چین مشکلات. یک موضوع و موضوع دوم از دید یک ورزشکار شما مسئله فدراسیون فوتبال افغانستان که البته باید یادآور شوم که مسئله فدراسیون فوتبال افغانستان در حاله ابهام قرار داره و هنوز معلوم نیست که درست است و یا خیر، اما شما که سالها است در جامعه ورزشی هستین چگونه ارزیابی میکنین که آیا واقعا چنین مسائلی در فدراسیون فوتبال افغانستان وجود دارد و یا خیر؟ یک چیز باید بگویم در اول که جلوگیری از این کارا وقت صورت میگیره که یک قانون مشخص بر از این یک لایه وظایف جور شود. وقتی که یک نفر میاد در تیم ملی چه دختر خانم باشد چه یک
پسر باشه، وقتی در تیم ملی میای باید یک لایه وظایف برش داده شوه که وقتی تو شامل تیم ملی میشی اینی وظایفت است. یا کسایی که کوچ هستن، مربی هستن، رئیس فدراسیون هستن، به اونا باید یک لایه وظایف داده شوه که شما اینی رقم باید با ورزشکارا رفتار کنید. یعنی وجود نداره لایه؟ نه خیر، اصلا لایه وظایف وجود نداره که شما باید با ورزشکارتان چی رقم رفتار کنین، شما حق چی را دارین به حق چی را ندارین. وقتی سمینارها برگزار شوه، ترنینگ ها برگزار شوه و به اینا آموزش داده شوه که شما با ورزشکارهایتان که کسایی هستن که در میادین بین المللی میرن و چقدر ضرورت دارن به یک اعصاب آرام، به یک فکر خیلی مثبت، کنار را تشویق کنن و برن در اون میادین افتخار کسب کنن، اینی کارا اصلا وجود نداره که باید خیلی ضروری است که در امی چوکات ورزش شامل شوه. و قسمی که شما گفتید از فدراسیون فوتبال، من نمیتونم که رد کنم، نمیتونم که دقیق تایید کنم، اما میشه به عنوان یک ورزشکار چشمدیدتون به بیندای عزیز بگوین که به گونه یک مثال باشه. و قسمی که روزنامه های دیگه هم به چاپ رساندن و گپایی که در این باره است، فعلا هم تحقیق وجود داره. من برتون قبلا هم گفتم که نه تنها در فوتبال بلکه در تمام اجتماع ورزش فساد وجود داره، آزار اذیت جنسی وجود داره. اما مشکلی است که کسا توانایی گپ زدن نداره، هیچ دختر خانمه، باید اونا دست به دست هم بده تمام دخترها چیزایی که چشم دیدشان است. و من من حیث یک دختر خانم چیزایی که چشم دیدم است حاضر هستم برم بگویم، اما کسایی را که من دیدم اونا خودشان وقت نمیان مرا تایید نمیکنن، از گپ من پشتیبانی نمیکنن، من چی رقم برم بگویم که واقعا چی گپ شده. اونا باید همین ترس کنار بگذارن. اگر ما قربانی نتیم، فردا نسلای بعدی که میان بعد از ما ورزش میکنن، اونا نخواد هیچ وقت بتانن گپ بزنن و فساد اما تا فساد میمانه. بخاطر پاک شدن از این فساد باید ما قربانی بتیم، ما باید صحبت کنیم، حرف بزنیم که امی مسائل پاک شود. اما یک مسئله دوم است که شما فکر میکنین این به رضایت انجام میشه کار و یا خیر، نظر به مو بندی که در برای یک ورزشکار در یک جامعه به وجود می آید و اینا میرن مجبور میشن و تن میتن به چنین کارهایی؟ برتون پیشتر هم گفتم که هم به رضایت وجود داره، هم به زور وجود داره و هم مجبور شدن وجود داره. کسایی هستن که فکر میکنن که ما با این افغانستان هستم و یک جامعه است، اگر ما بخوایم به یک جایی برسیم باید قربانی بدیم. قربانی هم نیست که خواسته هایی که اونا دارن، مرد هایی که در مقابل ما استاد هستن، از ما بلندتر هستن، باید به خواسته های اونا تن بدیم و ما بتانیم به یک جایی برسیم. در حالی که اونا امی دختر خانم هاست حقوق خود خبر ندارن. بله. از این خبر ندارن که پلیر بودن تیم ملی یعنی چی. وقتی تو میای دیگه استپ بالا، وقتی تو میری در میادین بین المللی من حیث یک ورزشکار از کشورت نمایندگی میکنی، تو چی حقوق داری؟ کل مشکل همینجاست که ورزشکارا از حقوق خود با خبر نیستن که اونا چی حق دارن و هیچ کس نمیتونه اونا رو مجبور کنه که تن به تبع خواسته هایش. بیندای عزیز، باز هم یک وقت به کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم. دوباره برگشتیم. جناب خپلواک صاحب، یک مسئله دیگه هم است که بسیار به نحو خطرناک است، میخوایم روی صحبت داشته باشیم، آزار و وضعیت جنسی دختر خانم ها در اماکن تحصیلی که البته صحبت های وجود داشته که در بعضی پانتون ها، در پانتون کابل، در مقابل کامیابی از دختر خانم ها تقاضای جنسی میشن. که چی فکر میکنید که باز هم امو گفت بیشتر که اینا اشخاص هستن که رسیده هستن و به سطح یک کشور اینا درس میتن، اما این گونه اشخاص میباشن؟ مسئله فقر جنسی در اکثر نوسادای هستن که سنشون بالا هستن و صاحب اولاد هستن، اما باز هم چنین تقاضایی میداشته باشن؟ خیلی خوب، سوال خیلی حساس و اساسی. بله، من میخوام چند تا نکته رو باز چند تا وجه و بود روی این مسئله صحبت بکنم. اولا اگر احیانا موارد موجود هست، خوب است که ای را به عنوان یک ادعای به اصطلاح باقی نمانه و بالاخره کاوش و کنکاش شد. دوم، هر استاد و مخصوصا جایگاه معلم و لحاظ اعتقادی و لحاظ دینی، حضرت پیامبر می فرماید که انما بعثت معلما لأتمم مکارم الاخلاق. حالا اگر قرار باشه که پیامبر هیچ کس دیگی را نگفت که من مثلا در نقش کی یا به صفت کی مبعوث شدیم، آمد گفت که من به صفت معلم مبعوث شدیم به خاطر اتمام مکارم اخلاقی. اگر قرار باشه که یک معلمی که
در موقعیت و در وظیفه پیامبرانه اینا من قدر رو سوء استفاده میکنن و اونا مطمئن باشن که این مسلک مقدس خیلی هم بی جواب نمیمونه. یک مثلا حالا اگر قرار باشه که این به عنوان یک ادعای، چون من خودم یک استاد هستم که بارها و بارها این مسائل را به عنوان یک شایعات شاید بودیم، شایعات میگم، اما وقتی که مسئله کاوش و کنکاش شده، دیده شده که اونجا به نحوه از آنها یک سلسله دسایس و یک سلسله گفت و گفتنی های موجود بوده، بنابر یک سلسله هیلگری هایی که یکی از محسن، البته هدف ما این است که خدا نخواست ما بخواییم به آدرس محسلین اتهام یا بسلا گفتنی های زشت داشته باشیم. متاسفانه زمانی که یک سلسله گفت ها و عدم سازش ها مطرح میشه در مسئله پارشه و اینا، در نهایت امر وقتی که یک محصل ناکام بانه، اگر احیانا اونا میان و با در نظر داشت عدم ظرفیت و درایتی که دارن اونا ادعای میکنن، خب مسلما دیگه اونا طرف هست و ادعایشان خوب نیست. اما به عنوان یک تحقیق علمی من میگم که خوب است که همین قسم یک کاوش شوه و اگر احیانا سوء استفاده در نهادهای تحصیلی هست و در اونجا که من و شما اهل خبره و نخبگان را تربیت میکنیم، در اونجا اگر قرار باشه از این مسائل باشه، خب به هر حال ای به عنوان یک بحران و فاجعه شدیداً قابل پیگرد است. بران حلال مشکلات را بیشتر از این که من در حد محکوم کردن فلان کس و به زندان کشاندن فلان کس حکم بکنم که صلاحیت ما نیست، من میگم که بین که چالش ها را به گونه علمی و منطقیش حل بکنیم. یک روانشناسی که من و شما در اونجا داشته باشیم با عنوان یک مشاور، قسمت اعظم اعتماد ورزشکارم جلب میکنه و میتونه یک مومد خوب با فدراسیون، با کمیته المپیک و ریاست تربیت بدنی واقع شما و این خیلی سهل و آسان همین جنجال های فیلی که بسیار بروز کرده، ما مطمئن هستم که بسیار زود کنترل میشد و به سادگی هم این مشکلات حل میشد تا بهش از اینکه قدر اوت کنه و بروز بکنه. بسیار تشکر. یک مسئله که باید ما میادوری شویم که ما نمیخواییم به آدرس تمام اساتیدی که درس میتن لطمه برسانیم. به حد شایع ما هم اشاره داشتم که در این مورد از بانو سدی هم پرسان میکنیم که شما باعث یک جوان چی فکر میکنید که آیا در اماکن تحصیلی ما واقعا اینگونه مشکلات وجود دارد یا خیر؟ قبلا هم گفتم صدیق جان، نه تنها اماکن تحصیلی، نه تنها ورزش، در تمام افغانستان براتون گفتیم که قسم دکتر صاحب گفتن فقر جنسی وجود داره در افغانستان، این مشکلات آزار اذیت های جنسی یعنی در اماکن تحصیلی وجود داره، در تمام جاها است، اگر در دفاتر است، اگر در هر جای است. اما مشکلی است که خانوما هیچ وقت حقوق خود ندانستن که باید وقت بایی در یک بحثا مواجه میشن باید جوابگوی باشن، بتانن امرای زنا بس کنن، بتانن شکایت کنن، اما وقت باید در یک چیزا مواجه میشن اصلا امو گفت در دل خود نگاه میکنن و امو نفرتشان در وجودشان زیاد میشن، میگه که ما نمیخوایم کار کنیم، نمیخوایم بریم ورزش کنیم، نمیخوایم بریم درس بخونیم و فکر میکنن که در هر جا همین رقم سوء استفاده های جنسی است و فردا اون دختر خانمایی که مادر میشن اصلا جرأتی را نمیکنن که مولادای خود بگذارن، دخترای خود که برن جای کار کنن و همیشه در فکر خانواده هم فکر است که اگر ما بریم دختر خود در کار بانیم، اگر در تحصیل بانیم، زیاد کسا هستن که وقت دلیلش را پرسان میکنیم که چرا دختر تا نمیمانین درس بخونه، چرا نمیمانین وظیفه بگیره، چرا نمیمانین ورزش کنه، همین دلیلش است، میگن سر هیچ کس اعتبار نیست، شاید دختر ما نامبد شود، ترسی که خودشون احساس کردن، ترسی که خودشون وجود داره، اینا به نحوی اینا فکر میکنن که بالای دختراشون هم امیانه و در همه جای گپ است. اما تنها راه جلوگیریش همی است که دخترها بتانن که صدایشان را بلند کنن. بله. اگر صدای خود بلند کنن دیگه هیچ کس جرات نمیکنه که بیان از دخترها تقاضای جنسی کنه، چون وقت میفهمن اگر ما این کارو کنیم نام ما بد میشه، دیگه وظیفه خود از دست میدیم، دولت هم با ما پیگرد قانونی صورت میگیره، دیگه هیچ وقت نمیکنن این کارو که آزار اذیت جنسی کنن. و بس بسیار خوب را که پیشتر دکتر صاحب بیان کردن که ما در المپیک یک بخش روانشناسی نداریم. بله. که وقتی یک تیم ورزشی میرن در افغانستان گپای خیلی زیاد است، یک کشور است که جنگ هم از انتحاری از هر گپ از همگی ورزشکارا یک ذهنیت خیلی مثبت ندارن وقتی در مسابقات میرن،
یک روانشناس باید باشه که با اونا بفهمانه اونا را انگیزه به تا وقت در میدان بین المللی میرن با بنام افغانستان اونا مبارزه میکنن یک دستاورد خوب داشته باشن. استاد به عنوان جمع‌بندی و راه حل با دکتر خانم صحبت‌های خودتون میشه. خیلی خوب، با عنوان جمع‌بندی من میخوام اشاره بکنم که ناآگاهی، کمدانی و نادانی دلیل برات ما شده نمیتونه. اگر بگویم که من بی خبر هستم، نمیدانستم، اینا قطعا دلیل و خاطر پیش برد امور خوب زندگی شده نمیتونه. حالا اگر قرار باشه که ما ورزشکار هستیم و به این حد از آزادی در یک جامعه منبسط و با ایدالهای خیلی و کوتاه آمدیم، وارد این مکتب و این برهه شدیم که برم ما بتانم خودم را به ورزشکاران و مخصوصا تیم ملی برسانم، در این حد هم اگر ادعای ما ای باشه که من نمیدانم یا کم میدانم از حقوق خود، این دلیل خوب نیست. دوم، هیچ وقت هیچ مجبوریتی مهمتر از این نیست که من قرار باشه به صلاح آماده خود تسلیم ساختن آزار و اذیت جنسی کسشم. ورزش میخوایم که چی؟ میخوایم که آبرو و میخوایم حیثیت داشته باشم. اگر قرار باشه که ایر با یک بی حیثیتی و بی آبرویی دیگه معاوضه بکنم، ورزش که چی؟ کدام قسمت زندگی، کدام درد ما رو دوا کرد؟ حالا اگر قرار باشه که من و شما خودمار در یک میدان معاوضه و معامله و این اصطلاح قماربازی رو میگم، اگر قرار باشه که ما چیز رو ببازیم و چیز رو ببریم، این خیلی عجیب و غریب است و اصلا ایجاب نمیکنه که ما قرار باشه که در یک معامله ششته باشیم و بخوایم یک چیز رو بدیم و یک چیز رو بگیریم و بدست بیاریم. قرار نیست که ما تسلیم مسائل شویم که اونجا کامجویی های دیگر مطرح باشه و من و شما هم در نهایت امر بگویم که من مجبور بودم. هیچ مجبوریتی دلیل به خاطر ازی شده نمیدانه که من بخوایم خودم تسلیم ناملایمات بسازم. بنابراین فقط در یک کلام، هر آن چیزی که من و شما را به عنوان یک اندیشه یا اصلا یک تشویش درونی میخوره، هیچ وقت ارزش و بهای زیر نداره که من و شما بیاییم در میدان معامله بشینیم، چیز را بتیم و چیز را بدست بیاریم. همیشه تلاش ما ای است که ما در زندگی خود خوب و راحت و با افتخار زندگی بکنیم، نه ای که قرار باشه که یک چیزی با عنوان یک داغ در دل ما باقی بمانه و بگوییم که ای کاش ما دیروز صدای ما بلند کرده بودم. بسیار تشکر. از شما هم تشکر بونه بودم. من درنولیتون کول و تاسون هم دیره منه نه سربری اونه ایمو. الله حافظ.